به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. طالبان در قندهار 7 نیروی پلیس را کشتند. فرمانده پلیس قندهار اعلام کرد که در پی حمله طالبان بر موازی نیروهای دولتی در ولسوالی تختپل این ولایت 7 نیروی دولتی کشته شدند. طبق خبرنامه این فرماندهی، طالبان روز سه‌شنبه 31 سرطان بر نیروهای دولتی در روستای میلپر حمله کردند. گفته شده که در این حمله به طالبان نیز تلفات وارد شده، اما آمار آن در دست نیست. دوشنبه شب نیز ولسوالی تختپل ولایت قندهار گواهی حملات سنگین طالبان بود که این حملات به گفته مقام‌های امنیتی با حمایت هوایی نیروهای خارجی دفع شده و 25 جنگجوی طالبان نیز کشته شدند. تادین خان فرمانده پلیس قندهار میگوید جنگجویان کشته شده طالبان بیشترشان پاکستانی هستند. این در حال است که در حمله هوایی نیروهای خارجی در قندهار 25 عضو پاکستانی گروه طالبان کشته شدند. پلیس قندهار میگوید که نیروهای ماموریت حمایت قاطع شب گذشته هم حمله های هوایی را بر طالبان اجرا کردند که برنامه حمله بر نیروهای پلیس را در ولسوالی تختپل قندهار داشتند. جمال بارکزای سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار روز سه‌شنبه 31 سرطان بر روزنامه 8 صبح گفت که در این حمله 25 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. طبق معلومات سخنگوی پلیس قندهار، جنگجویان گروه طالبان که هدف این حمله هوایی قرار گرفتند، برنامه حمله بر نیروهای پلیس در منطقه تور را یعنی ولسوالی تختپل را داشتند. جمال بارکزای افزود که در پی این حمله چندین جسد جنگجویان گروه طالبان در میدان نبرد باقی مانده است و اسناد که از آنها به دست آمده است نشان می‌دهد که همه شهروندان پاکستانی بودند. سخنگوی پلیس قندهار احتمال داد که همه کشته شدگان اعضای پاکستانی گروه طالبان بودند. در همین حال سخنگوی پلیس قندهار میگوید که در ضد حمله نیروهای دولتی در ولسوالی های غرستان و معروف قندهار نیز 12 دیگر گروه طالبان کشته شدند. جمال بارکزای گفت که در این حملات به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. گروه طالبان تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته است. ماموریت حمایت قاطع نیز تا اکنون در مورد اجرای حمله هوایی در قندهار به صورت رسمی چیزی نگفته است. آمریکا و طالبان در دوم حدود سال گذشته یک توافق را در دوحه یعنی پایتخت قطر امضا کردند. این توافقنامه طالبان و نیروهای آمریکایی را در حالت آتش بس قرار دادند، چنانچه که طالبان پس از امضای آن اعلام کردند که علیه نیروهای خارجی حملات را اجرا نخواهند کرد. نیروهای آمریکایی پس از امضای این توافقنامه نخستین حمله هوایی را در 14 حدود سال گذشته در ولایت هلمند اجرا کردند. طالبان حمله هوایی نیروهای خارجی را تخطی از توافقنامه صلح عنوان میکنند. نیروهای خارجی اما همواره تاکید کردند که به دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان متحد هستند و در صورتی که طالبان به موضع این نیروها حمله کنند، نیروهای خارجی از همان افغانشان دفاع میکنند. مقامات آمریکایی کاهش خشونت را جزء مفاد توافقنامه صلح میداند و تاکید دارد که طالبان باید با آن متحد باشند. طالبان 16 زندانی دولتی را در بلخ رها کردند. گروه طالبان اعلام کرد که 16 زندانی دولتی را سه‌شنبه 31 سرطان از زندان این گروه در ولایت بلخ رها کرده است. ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در صفحه تویترش با اعلام این خبر نوشته است که این 16 نفر شامل نیروهای پلیس و ارتش هستند. طالبان ادعا میکنند که داوودون پیشش 800 زندانی دولتی را رها کردند. در طرف دیگر حکومت تا اکنون 4400 زندانی طالب را رها کرده و گفته است که حدود 600 زندانی که دیگر این گروه را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین و جرایم ضد بشری آزاد نمی کند. بر بنیاد توافق آمریکا و طالبان، دولت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را در برابر 1000 زندانی دولتی رها کنند. این گروه نیز از آزادی کامل 5000 زندانی را شرط آغاز مذاکرات با دولت افغانستان خوانده است. صدیقی حکومت طالبان را به عنوان یک گروه دهشت افغان میشناسد. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که هیچ تغییری در عمل کرده طالبان نیامده
و حکومت افغانستان هنوز هم طالبان را به حیث یک گروه دهشت افغان میشناسد. آقای صدیقی سه‌شنبه 31 سرطان در یک نشست خبری گفت که مردم افغانستان تا هنوز تغییر را در موضع گیری و موقف طالبان مشاهده نکردند. روایت طالبان هنوز خشونت است، عملکردشان خشونت است و این باید تغییر کند. او افزود که حکومت افغانستان هنوز هم طالبان را به حیث یک گروه دهشت افغان میشناسد. صدیقی در عین حال علاوه کرد که حکومت خواهان پایان جنگ در کشور است. صدیقی در ادامه گفت که طالبان به تعهداتشان در توافقنامه صلحی که با آمریکا امضا کردند متحد نبودند. او تاکید کرد که مذاکرات صلح باید به زودی آغاز شود و طالبان باید برای آغاز مذاکرات آماده باشند و خشونت‌ها را کاهش دهند. بارها حکومت گروه طالبان را به افزایش خشونت متهم کرده و درخواست کاهش جنگ را مطرح کرده است. طالبان هم وارد این درخواست را نادیده گرفته است. این گروه میگوید که جز جنگ دیگر انتخابی ندارد و درخواست کاهش خشونت پیش از آغاز مذاکرات بین افغانی درخواست غیر منطقی است. طالبان در عین حال با اشاره به تأخیر در روند رهایی زندانیانشان حکومت را متهم به سنگ اندازی در روند صلح میکنند. حکومت اما میگوید که 600 زندانی متهم به جرم سنگین را آزاد نمیکند و طالبان باید به جای این افراد فهرست جدید را ارائه کنند. اشرف غنی صلاحیت تایید سفر خارجی مقام‌های بلندپایه دولتی را به اداره امور انتقال داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در حکم صلاحیت تاییدی سفرهای خارجی کارمندان بلندپایه دولتی را به اداره امور ریاست جمهوری تفحیص کرده است. برخی از اعضای مجلس سنا گفتند که این حکم سفر اعضای شورای امنیت ملی را نیز شامل می‌شود و این کار مناسب و قابل قبول نیست. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه 31 سرطان در یک نشست خبری گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از زایش شدن وقت رئیس جمهور غنی و سرعت بخشیدن به کارها و کم کردن روندهای کاری صورت گرفته است. اداره امور ریاست جمهوری نیز نشست را برای جلوگیری و پیگیری این موضوع برگزار کرده است. طبق اعلام اداره امور ریاست جمهوری بر اساس حکم رئیس جمهور غنی پیشنهاد سفر معینان وزارتخانه ها، کمیسیون ها و رئیسان ادارات دولتی به اداره امور ریاست جمهوری و پیشنهاد سفر وزیران، رئیسان ادارات مستقل دولتی، رئیسان عمومی و رؤسای کمیسیون ها به نام مقام های عالی ریاست جمهوری فرستاده می شود. اداره امور ریاست جمهوری نیز هدف از این اقدام حکومت را تقسیم وظایف بین ادارات، کاهش فشار کاری بر رئیس جمهور و رسیدگی عاجل به درخواست سفرهای خارجی مقام های بلندپایه دولتی عنوان کرده است. بر اساس مکتوبی که به نشر رسیده است، اداره امور ریاست جمهوری پیشنهاد تفویض صلاحیت تاییدی سفرهای مقامهای بلندپایه دولتی را برای رئیس جمهور غنی پیشکش کرده است. طبق این مکتوب، به استثناء سفر معاونان رئیس جمهور، رئیس دادگاه عالی، رئیس اردو مجلس، شورای ملی، داستان کل، وزیران و رئیسان کمیسیونها و ادارات مستقل، سفر کارمندان دولت از بسهای دوم به بالا از سوی اداره امور ریاست جمهوری تایید می شود. این موضوع در نشست روز سه‌شنبه 31 سرطان مجلس سنا نیز مورد بحث قرار گرفته است. برخی از اعضای این مجلس این اقدام را نامناسب و غیر قابل قبول خوانده و گفتند که صلاحیت ها و مسئولیت اعضای شورای ملی در قانون مشخص است. مجلس سنا فیصله کرده است که کمیسیون امور تنقی، عدلی و قضایی با ادارات مربوط در این مورد از نزدیک کار می کند. چشم منداز بر چالش جمهوریت، حمله خوب یا دفاع بد؟ خبرگزاری افق علی موسوی. پس از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان، تنها موضوعی که در موضع حکومت افغانستان هیچ تغییر نکرده است تاکید بر حفظ جمهوریت است. اشرف غنی رئیس جمهور اخیراً در یکی از ولایت سفرهای ولایتیش بار دیگر تاکید کرد که طالبان باید به بدنه نظام جمهوریت جذب شوند. این درست نقطه مقابل خواسته های طالبان و شاید حتی امریکا باشد که می خواهند پس از مذاکرات داخلی برای صلح بنیان یک نظام جدید را پیریزی کنند، نظامی که شاید دیگر نه جمهوریت باشد و نه در آن از دموکراسی و انتخابات و مشارکت سیاسی اقوام و نهادهای مردم نهاد خبر باشد.
سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما رو سابسکرایب نمایید.